بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمتتون قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزان مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف 12 تحت عنوان انتگرال های قسمی. انتگرال های قسمی صفحه 165. خب دوست عزیز، عنوان از ما گرفته، حالا بیم که تحت از این عنوان چی مطالب را شما باید یاد داشته باشین، میریم که براتون تشریح کنیم. خب دوستان، اگر ما یک انتیگرال تو داشته باشیم که یک تابع باشه، مثلا fx، متوجه هستین؟ و همه طور تابع دیگه gx به این شکل، یعنی دو تا تابع به این شکل باشه، یکی fx و یکی gx، و هر دوی مشتق پذیر باشه. اگر برای ما بگید که انتیگرال از این را بگیرین، دوستای عزیز، این کار آسان نیست، این کار آسان نیست. خیلی چطور کنیم دیگه؟ اینان این ما یک طریقه برش جور کردن، برای پیدا کردن انتیگرال های قسم سوالات، او را به نام روش قسمی یاد میکنن. چی رقم از اون روش قسمی؟ اینی اف اکس ها این را یک نام برش دادن، اف اکس، مثلا نامش یو یا وی، او به دل خود آدم است، یو. جی اکس ها یک نام برش میتن، مثلا وی، متوجه شدین؟ و ایناله چون در حال آلت ضرب هستن، ایناله ما میتونیم مشتقای دیاره بگیریم، یو ضرب وی مشتقشانه، درست؟ مشتقه یاد داریم از حاصل ضرب، یو زبر وی منفی وی زبر یو، متوجه شدین؟ ایناله در اینجا ما اینمی وی زبر یو را که این طرف بیاره میشه، اینمی قسمت وی زبر یو مساویس با این طرف این را اوشو ببریم، متوجه هستیم؟ میتونیم دیگه از نگاه ریاضی یو ضرب وی مشتقش منفی یو زبر وی، منفی چی؟ یو زبر وی، همین طرف چیزی که باقی ماند، به این شکل که بیاریم. بعد از او از هر دو طرفش که انتیگرال بگیریم، یک فرمول به دست میاد که نمور فرمول انتیگرال غیر معین به روش قسمی یاد میکنن. دوست عزیز، اینا رو ما از این طرف هم یک انتیگرال میگیریم، متوجه هستین؟ این عدد ثابت میشه، از یام یک انتیگرال میگیریم. البته نظر به چی؟ نظر به دی اکس دیگه، یعنی به این مانا که وی زبر یو ضرب نظر به دی اکس انتیگرالش مساوی هست با چی دوستان عزیز؟ خب یو ضرب وی که مشتقش گرفتش طبعا یک عدد است دیگه، عدد ثابت مه، این را نشه میکنیم یو وی، درست است؟ و انتیگرال این طرف یو زبر وی، یو زبر وی ضرب به اصطلاح دی اکس دیگه، نظر به دی اکس انتیگرال میگیم. اینا رو اینا میره میتونیم با یک شکل دگام نشه کنیم که اونمو فرمولش است. ببینید اون شکل کدام شکل است؟ میتونیم اون را با این شکل نشه کنیم که در کتابتون اون را گرفته اون شکلش. کدام شکل دوست عزیز؟ انتیگرال یو دی وی مساویس با یو وی، یو وی منفی انتیگرال وی دی یو، وی دی یو. این همی را به نام فرمول شد میکنن، این یک فرمول از خود ازی فرمول انتیگرال، انتیگرال گیریست نگه بای صاحب، فرمول انتیگرال گیری، انتیگرال غیر معین، خب معین هم میشه، معین بر روش قسمی، اینمی فرمولش است، بر روش قسمی.
دیدین دو سایزیس این فرمولش. این حالا ما میتونیم از روی از این سوالاتی که برای ما بتن به این شکل انتگرال بگیر، مخصوصا اونو سوالاتی که یک تابش مثلثاتی یکیش غیر مثلثاتی، ما بیشتر سوالات از این به این شکل هم برابر میشه. ببینیم که براتون یکیش هم مثال حل کنم که شما بفهمید. مثلا برای ما میگه که انتگرال x ضرب ساین x، x ضرب ساین x انتگرال بگیرید نظر و n dx، این انتگرال شد. خب چه رقم انتگرال میگیریم؟ ما گفتم دیگه اینی x میتونیم نامش u بانیم، نامش چی بانیم؟ u. اگر مشتق بگیریم از دو طرفه du مساوی با dx، درست؟ خب اینال v را ما میتونیم که قیمتش اینال بگیریم که چیزه ساین x دی x ها، یعنی را میتونیم که نامش ایرا وی بگیریم و دی وی مشتقش بگیریم، دی وی از ساین x دی x ها نامش که وی ماندیم دی x. خب ایرا که مشتقش بگیریم طبیعی است که وی ما مساوی میشه از ساین x مشتقش که بگیریم، درست است دوست عزیز؟ خب وی منفی کوساین x، ولی ساین x ای کوساین x علامی منفی عزیز. خب از فرمول اینامه ما و شما چی کار میکنیم؟ فرمول خودم میبینیم، این فرمول خودم میبینیم، اینی فرمول انتگرال u، u چی بود دوست عزیز قیمتش؟ x، اینالشه میکنیم x ضربه. خب دیگه در فرمول چی داریم؟ dv، dv چیست؟ اینا ساین x ساین x دی x، متوجه شدین دوست عزیز؟ خب ایناله این مساوی میشه با چی؟ فرمولا ببینیم u چی بود؟ x، درست است؟ x ضرب v چی بود؟ منفی کوساین x، درست؟ در اینجا خب تا اینجا کنم جدال خب دوست عزیز نیست نی؟ علامه منفی هم خودش انتیگرالش، انتیگرال وی اونه وی دی یو منفی کوساین اکس دی اکس، منفی کوساین اکس دی اکس اندو سیدش. خب بالاخره ای را که ساده به سادی نشه دیگه، انتیگرال گیری و قدر مشکل براتون نیست، میشه منفی اکس منفی اکس کوساین اکس کوساین اکس جمع ساین اکس جمع ساین x. بالاخره ما شما در انتگرال غیر معینی اگر عدد جمع سی هم گفتیم میگیریم. اینو به این ترتیب دوستای عزیز انتگرال که بین می روش گرفته میشه اینو میگن انتگرال ها به روش قسمی. انشاءالله که دوستای عزیز ما یک اندازه خود نزدیک کرده باشن به هدف. بیاییم که یک مثال دیگه کار کنیم که خوبتر درک کنیم، یک مثال دیگه که خوبتر بفهمید. ببینید یک مثال دومش چی رقم است. مثال دوم، مثال دوم است که انتیگرال این معین است، انتیگرال از صفر تا به یک بله منفی ای به توان اکس اکس ای به توان اکس x دی x، درست است؟ اینی را انتگرال شمیگه. خب حال طریقی شد یاد گرفتیم یو چی هست دوست عزیز؟ منفی x، متوجه هستیم؟ خب این را مشتق بگیریم دی یو مساویس منفی دی x، این مشتقش قبول؟ یا میتونید تو بگیرید منفی دی یو منفی دی طرف بگیریم دی اکس هیچ پروا نداره، این از دو طرف ها که ضرب منفی ها کنم کنیم پس همی چیز است. خب وی چی از دو سه عزیز؟ وی ای و توان اکس است، این که از دو طرف شما مشتق بگیریم چطور میشه؟ دی وی، دی وی مساوی است مشتق ای و توان اکس، یگانه تابعی است که مشتقش خودش است،
دو سری است. ما شما کار کرده بودیم کلش پیدا شد. پیدا شد یعنی شما میرین در فرمولی که براتان دادیم که به روش قسمی انتگرال گرفته میشه در اونمو فرمول نصب کنین. اون فرمول چی بود دوست عزیز؟ ای چی بود از ای تا با بی فرمولتان وی زبر ضرب یو دی اکس همه تو بود نه؟ خب ادامش اینمی مساوی بود با یو ضرب وی که عدد ثابت بود متوجه سه؟ خب طبعا انتگرالش از ای تا بی انتروالش معلوم است. منفی انتگرال انتگرالش از ای تا بی از ای تا بی وی متوجه سه در کتابتان یو زبر دی اکس این دینمی ما شما همین قیمت های مربوطی خود نصب میکنیم که نصب کردیم انتگرالش به دست ما. ببینیم که نصبش میکنیم دوستای عزیز که چی به دست ما. خب انتگرال از صفر تا به یک منفی اکس ای و توان اکس دی اکس مساویس با منفی اکس ای و توان اکس از چند تا چند؟ از صفر تا یک از صفر تا یک و درست است نی؟ اینجا دیگه دو منفی میشه نتیجه چی میشه اینجا مثبت انتیگراله صفر تا یک قبول ای و توان اکس دی اکس دیگه انتگرال معاینی ها داریم که یک دفعه سرد بالا یک دفعه سرد پایین قیمت گذاری میکنین دوستای عزیز و دقیقا جوابش مبرای منفی ای و توان اکس متوجه سین جمع صفر یک بار قیمت بتین دیگهش صفر ضرب ای و توان صفر ضرب ای و توان صفر جمع ای و توان اکس میفهمین دیگه از صفر تا با یک درست هستی؟ بالاخره مساوی منفی ای و توان اکس جمع ای و توان یک یا ای با توان اینمی صفر را میتونیم عدد با توان یک بگیریم درست هستی؟ در اینجا ای با توان یک منفی یا ای با توان صفر متوجه هستین در کتاب هایتون و بالاخره مساویس بازم با ای با توان صفر خواهی قدر کشالش هم نکنین بالاخره اگر همیان قیمت گذاری کنیم با از سرحد بالای و سرحد پایین جوابش منفی یک میبره دیگه ککشار کردنش بدن هم نمیخواه یعنی جوابش چی میبره؟ منفی یک این انتگرال دو سه از خب این مطلب که انتگرال به روش قسمی باشه فکر میکنم دو سه عزیز فرمول داریم مشتق گرفتن یاد داریم طریقش هم میگه در جایش نصب کردن محاسبهش دیگه کاره خود شاگرد عزیز ما انشاءالله مشکل پیش نمه. خب چی کار میکنیم؟ امی انتگرال گیری در روش قسمی در فعال سینفی برای خودتان میتیم انتگرال گیری بر روش قسمی. خب ببینیم بله سلام علیکم سر بفرمایید سر یعنی مطلبتون از میخونیک چطوری نقطه به نقطه برای شما نگفتی میشه؟ نمیخونیک نگفتم برای تون روششه گفتم قیمت گذاری کردیم در جایش نصب کردیم دوستو عزیز ما از دوست عزیز خودت رو سوال دریافت کردیم که میگه نقطه به نقطه برای ما البت گفته نشه منظورشانی است خب به می شکل به اصطلاح ساده برشان حل میکنیم درست است
در فعالیت سینفی امیر براتون حل میکنیم که شما متوجه باشین هیچ گپ نیست. درست دوست عزیز؟ خب تشکر از پیشنهاد استاد عزیز. من تا گیرگیری براوش قسمی براوش قسمی را کار کنه. شما این را کار کنین، نشد در فعالیت سینفی ما با کوشش میکنیم برشان که میخوانیک یا نقطه به نقطه نگویم، اما تو فقط برشان یک مثال کار کنیم که بفهمن. هیچ ما در خدمت. تشکر از پیشنهادتان دوست عزیز. خب دوستای عزیز، ما در دقایق سوال و جواب با شما عزیز هستیم در رابطه با درس امروز. اگر مشکلی داشته باشین میتونین دوستای عزیز پرسان کنین. خب یکی از استادان بزرگوار ما اطور یک انتقاد داشتن که اطور نقطه به نقطه گفته نشه. خب ما کوشش میکنم برشان که او رقم نگویم و به مشکلی که لازم است براتون بگویم، یعنی شکلی که علاقه مند هستین. متوجه باشید دوست عزیز که چی بود درس امروز. ما شما گفتیم که اگر ما یک تابع داشته باشیم fx و یک تابع دیگر داشته باشیم gx در حال ضرب dx، اگر انتگرال زیر بگیریم، متوجه هستین؟ انتگرالش بگیریم، گفتیم کار آسان نیست اینمی انتگرال گیری ازی که دو دانه تابع باشد، دو دانه تابع باشد در حال ضرب، میگن سخت است انتگرال گرفتنش. خیلی چی کار کردن؟ یک روش برش جور کردن. متوجه هستین؟ بله. علیک السلام، بفرمایی. این رو میدونم براتون توضیح میکنیم، این روی تخته متوجه باشین. خواهش میکنم متوجه باشین. خواهش ببینید، ما دو دانه تابع اگر داشته باشیم، یک تابع این دیگه تابع، یکیش fx یکیش gx، اگر امیر انتیگرال بگیریم میگه آسان نیست. اینمی آسان نیست. خیلی چطور کنیم؟ یک روش جور کردن به نام روش قسمی. چی رقم؟ یک نام برازی ماندن، یک نام برازی. مثلا اطور گفتن که اف اکس هم میتونیم نامش رو بانیم یو یا تعویض کنیم به یو. همین قسم جی اکس هم میتونیم تعویض کنیم به وی. متوجه هستین؟ یکش به یو یکش به وی. و این همی هر دوی از یام مشتق پذیر باشن، چون در حال ضرب است میتونیم امید تا را در حال ضرب بشه کنیم، مشتقش بگیریم U, V, N در حال ضرب مشتقش. خب شما مشتق حاصل ضرب یاد دارین، درست است؟ چی رقم بود؟ U زبر V جمع V زبر U. انشالله که تا اینجا دوستای عزیز ما موضوع را درک کردن، درست است؟ اینان این از اینجا V U را میتونیم ای طرف بیاریم، میتونیم نی؟ پس میتونیم میشه کنیم V زبر U مساویس با این کو طرف ببرین منفی میشه، یو ضرب وی مشتقش منفی یو ضرب وی. اینمی را که مشتق چیز بگیرم انتگرال. ببینیم چی سوال دارن دوست عزیز ما. بله بله خب بله خب چیز سوال نیست. اینا را متوجه شدین؟ این امیره که اگر ما انتگرال بگیریم یک فرمول گفتیم به دسمه، متوجه هستید دوست عزیز چی به دسمه؟ یک فرمول. اون فرمولش چی خواد بود؟ اینه در کتاب فرمولش براتان نوشته است.
وی زبر یو متوجه هستید؟ وی زبر یو دی اکس انتیگرالش مساویست با یو وی مشقش که بگیریم خودش یک عدد ثابت است. میتونیم نشه کنیم میشه یو وی منفی انتیگرال درست هستی؟ انتیگرال چی؟ وی دی یو وی دی یو دو سایز است. اینه میخوب کدام گپ میخوانی که نیست که من برای شما اینه اینطور مثل که دوست عزیز ما میگه گفته باشه. اینی فرمولش میشه فرمول مشتق انتیگرال گیری بر روش قسمی. این فرمولش ای خب ما کدام چیزی براتون اینطور کم یا زیاد خو نمیتونیم از کتاب که دوستای عزیز براتون ما یک چیز را اضافه کنیم یک چیز را کم کنیم. انشالله که درک کردین دیگه نی؟ باز یک دفعه اصلا گوش بگیرین یک تابه دیگه تابه در حال ضرب ان ای انتیگرال یا علامی انتیگرال اینه میره چی رقم انتیگرالش رو بگیریم؟ میگه آسان نیست. خیلی چطور کنیم که آسان شوه؟ اف اکس ها با یو تعویض میکنیم جی اکس ها با وی تعویض میکنیم قبول؟ باز خودش میگه که یا مشتق پذیر هستن یعنی یو ضرب وی مشتقش چی میشه؟ یو ضرب وی جمع وی ضرب یو بله بفرمایید خواهر شما حوصله کنین ما خواستم که در وقت کم گپ زیاده براتون بگویم در وقت کم گپ زیاده براتون بگویم که مشکلتون حل شود دیگه خودتون که حوصله نمی کنین دیگه ما را یک قسم مشکل می سازین برای خودتون جنجاله. خب مثال اول فرمولش که گفتیم شما ما قدرش یاد گرفتین مشتق مثال دوم میتونیم باید براتون هم تو با زبان ساده بگویم ولی شما ایتون یک رقم گفتین که کلش میخاریکی برای ما گفتین میخاریکی هیچ وقت من نمیگم براتون من میگم هیچ نقطه در کتاب براتون گم نمانه اگر نیخو ما میتونم که فقط فرمول براتون بگویم و یک مثال کار کنیم ما میگم نقطه به نقطه چیزی که در کتاب است براتون سوال نمانه یک مثال دوم اگه است مثال دوم براتون حل میکنیم هیچ کدام مشکلی وجود نداره. خب امروز گپ در وقت با گپ پوره کردیم امیدوار هستم که دوستای عزیز ما هر پیشنهادی که داشته باشن بسیار با سادگی و با پشانواز و با خوشخویی بر ما بگوین که مشکل ما دینی هست یعنی ایج از روی کتاب اگر میگه نقطه به نقطه نگو نمیگم براتون فقط فرمولش میگم مثالش براتون کار میکنیم بدون کتاب هیچ کتاب یک طرف میمونیم و رقم ما کتان استاد هستیم اگر میگه نه بر ما نقطه و نقطه چیزی که در کتاب از گفته شوه که بر ما میخوانیم در خود ما از روی کتاب مشکل پیش نشه و رقم براتون میگیم ولی یک حوصله مندی داشته باشید دیگه خب تشکر از توجهتون وقت تمام شد گپ امروز دیگه ساعت با گپ پورا کردیم تا ساعت دیگه که در خدمتتون باشیم وقت ما پورا شد با شما عزیزا خدافیزی میکنیم انشاءالله در ساعت آینده مشکلات ها کاملا حل میشه بازم هر رقمی که پیشنهاد کردین بهتون هم رقم حل میکنیم تشکر از توجهتون دو سه ساوند چک یک دو سه